سرخط خبرها. اتمام حجت ایران با ارمنستان در خصوص هرگونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه. وحشت اسرائیل از قدرت موشک‌های نیروی دریایی ایران. و حملات هوایی ترکیه به مواضع پیکاکا در پاسخ به حمله تروریستی آنکارا. به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. آرمان گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان که روز یکشنبه به تهران سفر کرده، بعد از ظهر یکشنبه 9 مهر ماه با علی اکبر احمدیان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره مناسبات دو جانبه، تحولات منطقه قفقاز و مسائل بین‌المللی گفتگو کرد. به گزارش شب دوشنبه از فارس، در این دیدار احمدیان با اشاره به آخرین تحولات منطقه قفقاز و ضرورت تلاش همه طرف‌ها برای استقرار و آرامش و امنیت در منطقه تصدیق کرد، هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه ناامن کننده و موجب بی‌ثباتی و تصاعد بحران است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تبیین سیاست اصولی و تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری و تعامل با همسایگان و ایجاد منطقه عاری از هر گونه ترش و درگیری افزود، گفتگوهای صریح و سازنده بین کشورهای منطقه به سرساز امنیت پایدار، توسعه متوازن و رفاه و آسایش مردم منطقه است. احمدیان تصدیق کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد زمینه بسترهای لازم را فراهم آورده و نشست بین کشورهای منطقه را برگزار کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر تعاملات و همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان و ضرورت افزایش مبادلات تجاری مشترک، آمادگی ایران را برای ارتقای سطح روابط در همه حوزه‌ها اعلام کرد. در این دیدار آرمان گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان نیز با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، آمادگی کشورش را برای توسعه همه‌جانبه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان با اشاره به نقش مؤثر جمهوری اسلامی در برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز، استمرار نقش آفرینی ایران در این زمینه را خواستار شد. آرمان گریگوریان پروژه‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی بین دو کشور را بسیار مهم و حائز اهمیت خواند و بر اجرای هر چه سریع‌تر آنها تاکید کرد. یک رسانه صهیونیستی نوشت ایران به دنبال این است که موشک‌های کروز بیشتری بر روی ناوچه‌های خود قرار دهد و قدرت دریایی خود را افزون‌تر کند. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست روز یکشنبه در تحریری به قلم استف جی فرانسمن نوشت ایران به دنبال این است که موشک‌های کروز بیشتری بر روی ناوچه‌های سبلان قرار دهد. سبلان یکی از 3 ناوچه‌ی کلاس الونده است که ایران در اختیار دارد. نیروی دریایی ایران اعلام کرده قصد دارد این ناو را با قدرت آتش بیشتری تجهیز کند و 12 موشک که کروز را روی آن نصب خواهد کرد. این اقدام برای نیروی دریایی ایران مهم است. فرانسمن نوشت اکنون ایران می‌خواهد برد و قدرت نیروی دریایی خود را افزایش دهد. این کشور کشتی‌هایی را به روسیه و به نقاط دوردست فرستاده است تا قدرت خود را به رخ بکشد. سبلان نقش مهمی در عملیات دوربرد اخیر ایفا و حدود 13000 کیلومتر در 40 روز طی کرد. ایران در سال‌های اخیر ماموریت‌های دیگری از جمله در دریای خزر انجام داده است. این کشور با افزودن موشک‌های کروز به کشتی‌های مختلف ادامه داده. چندی قبل نیز وبگاه نیروی دریایی آمریکا نوشت ایران با ساخت شناورهای پهپادبر بر فراسوی خلیج فارس و افزایش قابلیت رزمی تمرکز کرده است. وبگاه نیروی دریایی آمریکا عکسهایی از کشتی شهید مهدوی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اسکله شناور مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندر عباس نزدیک تنگه هرمز منتشر کرد. کشتی شهید مهدوی دست کم از سال 2022 در این اسکله شناور بوده و از یک کشتی تجاری به یک ناو هواپیما بر تبدیل شده که میتواند پهپادها و بالگردهای بدون سرنشین را در خود جای دهد. در تصویر جدید عرشه این کشتی تجاری برای نصب عرشه فرود برداشته شده است. این وبگاه نوشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ایران تاکنون بسیاری از کشتیهای باری را به کشتی رزمی تبدیل کردند. یک تحلیلگر امور نظامی به این وبگاه گفت جهان باید به این موضوع نگاه کند که ایران چگونه قصد دارد از کشتیهای تجاری و نفتکشها برای افزایش قابلیتهای حملات دوربرد خود استفاده کند.
به دنبال حمله تروریستی روز یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه و پذیرش مسئولیت این حمله از سوی گروه پکک، وزارت دفاع ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کرد. بر اساس گزارش الجزیره، بنا به اعلام وزارت دفاع ترکیه، جنگنده‌های این کشور شامگاه یکشنبه 20 مقر حزب کارگران کردستان را در شمال عراق بمباران و منهدم کرده است. وزارت دفاع ترکیه با اعلام این موضوع تاکید کرده که نیروهای مسلح ترکیه برای امنیت ملت و مرزهای آن به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. پیش از این وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که یکی از عوامل حمله تروریستی به وزارتی در نزدیکی این وزارتخانه و پارلمان ترکیه از اعضای حزب کارگران کردستان بوده است. رسانه‌های محلی ترکیه صبح روز یکشنبه از وقوع یک حمله تروریستی در نزدیکی وزارت کشور و پارلمان ترکیه در آنکارا و کشته شدن دو عامل این حمله و زخمی شدن دو مامور پلیس ترکیه خبر دادند. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه با تاکید بر تروریستی بودن این انفجار گفت در حدود ساعت 10 به وقت تهران دو تروریست خودرویی را به مقابل درب ورودی اداره کل امنیت وزارت امور کشور راندند تا بمبی را منفجر کنند. یکی از تروریست‌ها خود را منفجر کرد و حمله دومی خونسا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در واکنش به حمله تروریستی آنکارا گفت امروز تروریست‌ها شکست خوردند. ما تروریست‌ها همواره در تحقق اهدافشان شکست خواهند خورد. گروه تروریستی پکک شامگاه یکشنبه مسئولیت حمله تروریستی روز یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه را بر عهده گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی از پیش ضبط شده که ویدیوی آن را در روز یکشنبه یک روز بعد از حذف کمک‌ها برای اوکراین از لایحه بودجه موقت تصویب شده در کنگره آمریکا منتشر کرد، مدعی شد هیچ چیز جنگ اوکراین با روسیه را تضعیف نمی‌کند. کنگره آمریکا در حال روز یکشنبه با تصویب یک لایحه بودجه 45 روزه موقتاً جلوی تعطیلی سازمان‌های دولتی این کشور را گرفت که کمک‌ها برای اوکراین را از این بودجه حذف کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد لوید استین وزیر دفاع آمریکا در یک گفتگوی تلفنی به او درباره تداوم کمک‌های نظامی بیشتر واشنگتن برای کیف اطمینان داده است. زلنسکی در سخنرانی خود که برای تعطیلی روز مدافعان در اوکراین منتشر کرد، اشاره مستقیمی به رأی‌گیری اخیر بر سر لایحه بودجه موقت در کنگره آمریکا نکرد، اما ادعا کرد که عزم جنگیدن تا پیروزی را دارد. او مدعی شد اوکراین تنها در روز پیروزی دست از مقاومت و جنگیدن برخواهد داشت، همچنان که ما هر روز به این پیروزی نزدیک‌تر می‌شویم. می‌گوییم که تا هر زمان که طول بکشد خواهیم جنگید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت جمهوری خواهان که بین آنها بر سر حمایت از لایحه بودجه موقت اختلاف بالا گرفت، قول ارائه کمک به اوکراین با برگزاری یک رأی‌گیری جداگانه را داده است و حمایت واشنگتن از کیف تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند دچار وقفه شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت جمهوری خواهان که بین آنها بر سر حمایت از لایحه بودجه موقت اختلاف بالا گرفت، قول ارائه کمک به اوکراین با برگزاری یک رأی‌گیری جداگانه را دادند و حمایت واشنگتن از کیف تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند دچار وقفه شود. کولنکو سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین نیز در تلاش برای امید دادن درباره ادامه حمایت‌های واشنگتن از کیف در آینده در پستی در فیسبوک نوشت که بودجه‌هایی که آمریکا قبلا برای اوکراین تصویب کرده آسیبی پیدا نخواهند کرد. شبکه روسیه راشا تودی گزارش کرد بایدن در بیانیه کوتاه شنبه شب به وقت محلی یعنی بامداد یکشنبه به وقت تهران، درست اندکی پس از آنکه کنگره لایحه بودجه فدرال را به تصویب درآورد، گفت ما تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم که حمایت آمریکا از اوکراین قطع شود. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.